دانشجویان عزیز، جلسه 12 شروع میکنیم. با توجه به اینکه دانشجویان بعضی دانشجویان اینترنتشون گفتن قطع و وصل میشه، من از این به بعد روش کار رو سعی میکنم تغییر بدم. فیلم کلاس ها رو میگیرم براتون میفرستم، در زمان تعیین شده برای کلاس آنلاین حاضر میشم و در مورد به سوالاتتون پاسخ میدم. یعنی شما فیلم رو میبینید از قبل، مثلا چند روز قبل از کلاس فیلم رو براتون میفرستم، یه روز دو روز قبل از کلاس شما فیلم رو نگاه میکنید، بعد من سر جلسه کلاس آنلاین میشم و به سوالاتتون پاسخ میدم تا این مشکل قطع و وصل اینترنتی برای بعضی ها وجود داره روی یادگیریشون اثر کمتری بذاره. خب این جلسه متغیر تصادفیه. در مورد متغیر تصادفی هندسی میخوام صحبت کنم. تعریف متغیر تصادفی هندسی اینجوریه: تعداد آزمایش های مستقل برنولی با پارامتر پی تا رسیدن به اولین موفقیت را متغیر تصادفی هندسی مینامیم. یعنی مثلا فرض کنید که ما میگیم که تاس رو میندازیم تا عدد 6 بیاد و اگر عدد 6 بیاد ما برنده شدیم. خب مثلا میخوایم ببینیم چقدر احتمال داره دفعه تو پرتاب اول برنده بشیم، چقدر احتمال داره تو پرتاب دوم برنده بشیم، یعنی پرتاب اول 6 نیاد و پرتاب دوم 6 بیاد، چقدر احتمال داره پرتاب اول دوم 6 نیاد اما در پرتاب سوم برنده بشیم، پرتاب سوم 6 بیاد. تعداد آزمایش هایی که لازم انجام بشه، تعداد آزمایشی که انجام میشه تا به اول موفقیت برسیم، این یه متغیر تصادفیه که اسمش ما میذاریم متغیر تصادفی هندسی. آزمایش ها خیلی واضحه، از هم مستقلن دیگه. جام آزمایش مستقل برنولی داریم میگیم، برنولی هن یعنی هر آزمایش فقط یه دو نتیجه بیشتر نداره، شکست و پیروزی، یعنی یا صفر یا یک. و این آزمایش هم هر دفعه مستقلن. این که مثلا دفعه اول 6 نیومده هیچ اثری رو این نداره که دفعه دوم 6 بیاد یا نیاد. آزمایش ها اصلا مستقل. تابع احتمالش چه شکلیه؟ تابع احتمالش اینجوریه: احتمالی که متغیر تصادفی x بشه مقدار x کوچیک این هست 1 منهای p به توان x منهای 1 ضرب در p. x هم که مقادیر 1, 2, 3 همجور تا بی نهایت میتونیم، ممکنه بی نهایت بار پرتاب کنه و 6 نیاد. مقادیر x عبارت از 1, 2, 3، یعنی در آزمایش اولین پیروزی حاصل شده، در آزمایش دوم اولین پیروزی حاصل شده یا بیشتر. این متغیر تصادفی رو به این شکل نشون بدیم، بگیم x توزیعش g، اول کلمه جیومتری که g x توزیعش g با پارامتر p، که این پارامتر p چی بود؟ احتمال پیروزی در آزمایش های برنولی مستقل بود. خب این تابع احتمال ساده است درکش که چرا به این شکله. چرا تابع احتمال به این شکله؟ ببینید، مگه نمیگه که احتمالی که x مساوی x بشه یعنی چی؟ یعنی احتمال این که اولین پیروزی در xومین آزمایش به دست اومده باشه. خب پس اگر اولین پیروزی در xومین آزمایش به دست اومده، در آزمایش های قبلی شکست حاصل شده، در تمام آزمایش های قبلی شکست حاصل شده، خب احتمال این که اولین پیروزی در xومین آزمایش بشه میشه چی؟ میشه احتمال این که اولین آزمایش شکست بشه، اشتراک دومی شکست بشه، اشتراک سومی شکست بشه و همینجوری تا x منهای یکمی شکست بشه، اشتراک xومین آزمایش پیروزی بشه. این آزمایش چون از هم مستقلن، احتمال اشتراکاتشون برابر میشه با ضرب احتمال تک تکشون، میشه احتمال این که اولی شکست بشه ضرب در احتمال این که دومی شکست بشه و همین ترتیب تا ضرب در احتمال این که x منهای یکمین آزمایش شکست بشه و ضرب در احتمال این که آخرین آزمایش پیروزی بشه. خب احتمال شکست 1 منهای پی، پس 1 منهای پی به تعداد x منهای 1 بار در خودش ضرب میشه، در نتیجه میشه 1 منهای پی به قوه x منهای آخری هم که پیروزی، احتمال پیروزی هم که پی. برای همین تابع احتمالش به این شکل به دست میاد.
خب اگر x یه متغیر تصادفی هندسی باشه با پارامتر p و a هم یه عدد طبیعی باشه، عضو عدد طبیعی باشه، تابع چگالی احتمال x چی میشه؟ تابع توزیع تجمعی x چی میشه؟ یعنی f بزرگ x a چی میشه؟ خب طبق تعریف تابع توزیع تجمعی میشه احتمال اینکه x کوچیک‌تر مساوی a باشه، و اینو میتونید به صورت متممش بنویسید، بنویسید یک منهای احتمال اینکه x بزرگتر از a بشه. احتمالی که x بزرگتر از a بشه یعنی چی؟ احتمالی که x بزرگتر از a بشه یعنی اینکه چقدر احتمال داره که اولین پیروزی در a مرتبه اول رخ نداده باشه دیگه. چرا؟ چون داره میگه x بزرگتر از a، یعنی اولین پیروزی در a به علاوه 1 رخ داده، یا a به علاوه 2 رخ داده، یا همینجوری برید به سمت مثبت بی‌نهایت. خلاصه یعنی روی دیگه این سکه اینه که میگه چقدر احتمال داره که، پس در نتیجه داره اینو میگه که چقدر احتمال داره که در آ مرتبه اول پیروزی حاصل نشده باشه، یعنی اینکه چقدر احتمال داره تمامی آ مرتبه اول شکست حاصل شده باشه. خب احتمال اینکه آ مرتبه اول شکست حاصل بشه چیه؟ میشه احتمال اینکه دفعه اول شکست حاصل بشه اشتراک، احتمال اینکه دفعه دوم شکست حاصل بشه، همینجوری تا احتمال اینکه دفعه ایکسوم آوم شکست حاصل بشه، و اینا چون باز دوباره مستقلن احتمال اشتراکاتشون میشه ضربشون، بس میشه یک منهای پی در یک منهای پی در یک منهای پی به تعداد آ مرتبه. در نتیجه احتمال اینکه x بزرگتر از آ بشه هست یک منهای پی به قوه آ منهای به توان یک منهای پی به قوه آ. در نتیجه تابع توزیع تجمعیش چی میشه؟ میشه یک منهای پی به قوه آ. این از تابع توزیع تجمعی این متغیر تصادفی. یه مثال بزنیم. شخصی آنقدر یک تاس سالم را پرتاب می‌کند تا به اولین 6 برسد. یعنی 6 پیروزیه. به اولین 6 که برسه بازی تمامه. اولین پیروزی که حاصل بشه دیگه بازی تمامه. اگر x نشان دهنده تعداد آزمایش‌ها برای رسیدن به اولین نتیجه 6 باشد، پس یعنی x توزیعش چیه؟ یه متغیر تصادفیه. عرضم به حضور شما هندسیه. مطلوب است احتمال اینکه x بزرگتر مساوی 6 باشه. احتمال اینکه x بزرگتر مساوی 6 باشه یعنی اولین پیروزی در 6مین آزمایش به وقوع پیونده، یا در 7مین یا در 8مین، همینجوری تا بی‌نهایت برید. خب این میشه چی؟ این میشه یعنی اینکه چقدر احتمال داره که 5 تای اول شکست بشه دیگه. پس میشه 1 منهای پی به توان 5، یعنی 5 6م به قوه 5. خب یه سری از ویژگی‌های مهمش رو بهتون بگم از این توضیح. و توضیح هندسی اصطلاحاً میگن بی حافظه است، حافظه نداره. یعنی نتایج این آزمایش گذشته اثری روی احتمال این که روی احتمال این پیش آمد که در آزمایش در ای آزمایش دیگر به اولی موفقیت برسیم نداره. یعنی اصلا مهم نیستش که تو n آزمایش گذشته چه اتفاقی افتاده. الان شما n بار آزمایش رو انجام دادی. خب اینکه چه اتفاقی افتاده مهم نیست. اگه من از شما بخوام بپرسم چقدر احتمال داره در آمین آزمایش بعدی به پیروزی برسیم، این اطلاعاتی که در مورد n آزمایش گذشته داریم هیچ اثری نداره اون احتمال. به زبان ریاضی یعنی احتمال اینکه متغیر تصادفی x بشه a به علاوه m، یعنی اولین پیروزی در آزمایش A به علاوه Nم به وقوع به پیونده، به شرط اینکه X بزرگتر از N باشه، یعنی در گذشته در N مرتبه گذشته پیروزی حاصل نشده. این احتمال شرطی برابر میشه با احتمالی که X مساوی A بشه. یعنی میبینید اطلاعات گذشته هیچ اثری نداره. اینکه در N آزمایش گذشته چه اتفاقی افتاده، اینکه در N آزمایش گذشته در اینجا شکست حاصل شده، اصلا اثری روی این نداره که چقدر احتمال داره که در آزمایش بعدی اولین پیروزی به وقوع بپیونده. دقیقا این احتمال برابر با احتمال اینه که انگار از صفر شروع کردید. یعنی احتمال این که چقدر احتمال داره که اولین پیروزی در آمین آزمایش به وقوع بپیونده. مثلا انگار از صفر شروع کردید. انگار که ان بار این آزمایش رو انجام دادی و پیروزی حاصل نشده. این به زبان ریاضی یعنی همین چیزی که اینجا نوشتم. یعنی بی حافظه است. ببینید اطلاعات این گذشته اثری نداره.
احتمال که ایست بشه a به علاوه n به شرط اینکه در n مرتبه اول پیروزی حاصل نشده، این برابر با احتمال اینکه x بشه a. اصلا این n انگار که بوده. چرا حالا اینجوریه؟ خب این خیلی ساده است، اینو اثباتش خیلی ساده است. خب بنویسید احتمال x مساوی است با a به علاوه به شرط x بزرگتر از n چیه؟ شما تو احتمال شرط دید احتمال a به شرط مثلا پیش آمده مثلا b به شرط c هست، احتمال b اشتراک c تقسیم بر احتمال c. خب پس این احتمال شرطی چی میشه؟ میشه احتمالی که x بشه a به علاوه n اشتراک x بزرگتر از n تقسیم بر احتمال x بزرگتر از n. این صورت چی میشه؟ ببینید این پیش آمد چیه؟ این پیش آمد میگه که x بشه a به علاوه. این پیش آمد این مجموعه در واقع بگم این چه مجموعی از x هاست در واقع؟ این هست n به علاوه 1، n به علاوه 2 تا بی نهایت x هایی که n به علاوه 1 اعضای این مجموعه اینه، n به علاوه 1، n به علاوه 2، n به علاوه 3 همجور بره تا بی نهایت. اعضای این مجموعه چیه؟ هیچی، فقط a به علاوه n. خب این اشتراک این چی میشه؟ این الان در واقع سمت چپی زیر مجموعه سمت راستیه دیگه. چرا؟ چون که یکی از اعضای این مجموعه هست x مساوی با a به علاوه n. اینا که فقط x مساوی است با a به علاوه n، این مجموعه فقط هم یه عضو داره. خب این زیر مجموعه آن این مجموعه است، در نتیجه احتمال اشتراکشون میشه احتمال اینکه x مساوی است با a به علاوه n میشه. این که اینجا نوشتیم مخرج هم که سر جاش. خب حالا این تابش رو بنویسید، اینو باز کنید تا احتمالش رو بنویسید. x مساوی است a به علاوه n، احتمالش چی میشه؟ 1 منهای پی به قوه a به علاوه n منهای 1 ضرب در پی. مخرج هم که احتمالی که x بزرگتر از n بشه، یعنی در n آزمایش اول شکست حاصل شده، پس میشه 1 منهای پی به قوه n. این صورت مخرج رو ساده کنید میرسید به این عبارت، 1 منهای پی به قوه a منهای 1 ضرب در پی. و این تاب چگالی احتمال چیه؟ یه متعرض تصادفی هندسی که چه احتمالی رو داره حساب میکنه؟ احتمالی که x مساوی است با a بشه. در نتیجه میبینید که احتمال اینکه x مساوی است a به علاوه n به شرط x بزرگتر از n بشه برابر شد با احتمال اینکه x مساوی است با n بشه. خب برای اینکه ویژگی برای که امید و واریانس این توضیح رو حساب کنم، یه سری ویژگی های سری هندسی رو یادآوری کنم. سری هندسی که تو مدرسه خونه، این اثباتش توی کتابتون نیستش، از رو همون سایت پن استیت میتونید بخونید. عرضم به حضورتون تابع هندسی، سری هندسی. سری هندسی شما تو مدرسه خوندید، یه جمله ثابتی ضرب در یه جمله دیگه ای میشه که به توان میرسه و این جملات با هم جمع زده میشن، مثلا a به علاوه ar به علاوه ar2 همینجور تا بی نهایت میریم. و اون رو چجور نشون میدادیم؟ سیگمای k مساوی است با صفر تا بی نهایت ar با قوه k. من اینو با نماد gr نشون دادم. این سری هندسی شما میدونید برابر میشه با a اگر این r ها عددهای کوچکتر از بین صفر تا یک باشن. این برابر با چی میشه؟ میشه a تقسیم بر 1 منهای r، که حالا اینجا نوشتیم a ضرب در 1 منهای r به قوه منهای 1، به این صورت نوشتیم. خب مشتق این تابع نسبت به r رو میگیریم، میشه g پرایم r میشه برابر با سیگما از k تا مساوی است با 0 تا بی نهایت. مشتق این عبارت نسبت به r میشه a ضرب در k ضرب در r به قوه k منهای 1. و مشتق این عبارت چی میشه نسبت به r؟ میشه a ضرب در 1 منهای r به قوه منهای 2. مشتق دوم چی میشه؟ g زگوند r میشه مشتق در واقع g پرایم r نسبت به r. میشه چی؟ میشه از این عبارت مشتق میگیریم، میشه سیگمای a k در k منهای 1 در r به قوه k منهای 2. و این برابر میشه با حال مشتقیم سمت راست تصاویرم میگیریم نسبت به r، میشه 2a ضرب در 1 منهای r به قوه منهای 3. از این چیزایی که اینجا پیدا کردیم g پرایم از این سری هندسی و این سری هندسی از این سری و این سری استفاده میکنیم در اثبات در به دست آوردن امید و واریانس متعدد تصادفی هندسی.
خب امید ایکس چیه؟ امید ایکس طبق تعریف هست سیگما برای ایکس های از منهای بی نهایت و مثبت بی نهایت ایکس ضرب در احتمالی که متغیر تصادفی ایکس برابر با ایکس باشه. حالا اینجا چون ایکس ما از یک شروع میشه، مقادیر صفر و منفی به خودش نمیگیره، ما از یک می‌نویسیم، از یک تا مثبت بی نهایت. خب برابر میشه سیگما ایکس مساوی با یک تا بی نهایت ایکس ضرب در تابع احتمال رو باز میکنیم، میشه یک منهای پی به قوه ایکس منهای یک ضرب در پی. پی رو میارم این سمت، این سمت عبارت میشه پی ضرب در ایکس ضرب در یک منهای پی به قوه ایکس منهای یک. حالا این عبارت الان شبیه به این عبارته، پی رو بگیرید A، ایکس رو بگیرید K، یک منهای پی رو بگیرید R، میشه مثل این، میشه a k r به قوه k منهای 1. x هم که k این توانه میشه k منهای 1. خب این دقیقا ببینید شبیه این شد، شبیه این شد. و این سیگما برابر با چیه؟ این سیگما عرضم به حضور شما فقط اینجا کش از صفر شروع میشه، اینجا کش از یک شروع میشه، ولی این مشکل ایجاد نمیکنه، نیاز به تغییری نیست. که از صفر شروع بشه این عبارت چی میشه؟ این صفر میشه دیگه، اولین جملهش صفره، در واقع از انگار که از k یک مساوی با یک این عبارت مقدار پیدا میکنه، بنابراین از این نظر مشکل نیست که x از یک داره شروع میشه. خب میشه پس a k r به قوه k منهای 1، و این برابر با چیه؟ اینجا شما میبینید برابر با a ضرب در 1 منهای r به قوه منهای 2. پس میشه p که همون a ضرب در 1 منهای r، r هست 1 منهای p، بولش به قوه منهای 2. که این رو ساده بکنید میشه پی ضرب در پی به قوه منهای 2 1 پیوم، برابر با 1 پیوم میشه. پس همینطور که میبینید اثبات کردیم امید ریاضی یک متغیر تصادفی هندسی برابر با یک تقسیم بر پارامترشه 1 پیوم. حالا واریانسش چی میشه؟ ببینید واریانس اینو قبلا براتون ثابت کردم که واریانس هر متغیر تصادفی میتونید اینطوری بنویسیدش که هست ای به قوه ایکس دو، یعنی ای ایکس دو منهای ای ایکس به قوه دو. به این عبارت یه ای ایکس اضافه و کم میکنم، یه ای ایکس کم کردم میشه منهای ای ایکس، یه دونه ای ایکس اضافه میکنم میشه به علاوه ای ایکس، اینم که سر جای خودش، ای ایکس به قوه دو هم سر جای خودش. این ای ایکس دو منهای ای ایکس رو ادغام میکنم میشه ای ایکس در ایکس منهای یک. چرا؟ خب الان شما برعکس برید این میشه چی؟ میشه ای ایکس دو منهای میشه ای ایکس دو منهای ایکس، و ای ایکس دو منهای ایکس هم میشه ای ایکس دو منهای ای ایکس. خب پس واریانس ایکس میشه ای ایکس در ای ایکس منهای یک به علاوه ای ایکس منهای ایکس به قوه دو. ای ایکس رو که دارم این بالا حساب کردم، پس این جمله رو میتونم، ای ایکس یک پیوم بود دیگه، میتونم اینو جایگذاری کنم. ای ایکس به قوه دو رو که از قبل دارم، چون ای ایکس رو دارم اینم میتونم حساب کنم، اینم میشه یک بر روی پی دو. فقط اینو ندارم، ای ایکس در ایکس منهای یک رو ندارم. خب ای ایکس در ایکس منهای یک چی میشه؟ ای ایکس در ایکس منهای یک خاطرتون بیاد این یه تابعی از x، مثلا ما اسمشو گذاشته بودیم g x. ای g x چی میشد؟ میشد سیگما g، سیگما رو روی تمام x های g x ضرب در احتمالی که متغیر تصادفی x بشه x کوچیک. خب پس میشه سیگما x از 1 تا بی نهایت g x که هست x در x منهای 1 ضرب در احتمالی که متغیر تصادفی x بشه x، یعنی تابع احتمال متغیر تصادفی هندسی، که میشد چی؟ p در 1 منهای p به قوه x منهای. پس این دیگه هم هست احتمال اینکه x بشه x. خب این برابر میشه سیگما x از یک تا بی نهایت p رو میارم این سمت، یه دونه یک منهای p هم فاکتور میگیرم از این عبارت میارم این سمت، پس اینجا چی باقی میمونه؟ یک منهای p به قوه x منهای 2 باقی میمونه. میشه پس p ضرب در یک منهای p ضرب در x ضرب در x منهای 1 ضرب در یک منهای p به قوه x منهای 2. چرا x منهای 2 شد؟ چون که در اینجا از یک منهای پی فاکتور گرفتم. حالا الان این شبیه اون جی زگوند که اون بالا به دست آورده بود. ببینید جی زگوند چه جوری بود؟ جی زگوند بود ای کی در کی منهای یک در آر به قوه کی منهای دو، کی هم از صفر میرفت تا بی نهایت. وقتی که کی صفره این صفر بود، در شما میگاره که کی از یک شروع کنید میشه
میتونید کری از یک شروع کنید، البته کری یک بزنید بازم صفر میشه، میتونید کری اصلا از دو شروع کنید، مهم نیست. خلاصه ای کی در کی منهای در آر به قوه کی منهای دو، و این برابر میشد با دو ای ضرب در یک منهای آر به قوه منهای سه. خب حالا بیایم اینجا ببینید، این پی در یک منهای پی رو بگیرید ای، ایکس رو بگیرید کی، پس x منهای میشه k منهای، تا اینجاش ببینید همه چیش درسته، a در k منهای، یک منهای پی رو بگیرید r میشه r به قوه x هم که بود k میشه k منهای 2، در نتیجه عین اون سیگما بالایی شد، پس برابر با چی میشه؟ میشه 2a روی ضرب در یک منهای r به قوه منهای 3، که حالا من اینجا نوشتم یک منهای r به قوه 3 تقسیم بر یک منهای r به قوه 3، a و r رو جایگذاری میکنیم میشه 2 ضرب در r a بود یک p در یک منهای p، آر بود یک منهای پی، جایگذاری میکنیم میشه این عبارت. خب یه ایکس در ایکس منهای یک شد این عبارت. حالا برای واریانس دیگه تمام جملات رو داریم، این جمله اول داریم، این رو دوتا هم که از قبل داریم. پس واریانس ایکس چی میشه بچه ها؟ میشه 2 ضرب در یک منهای پی بر روی پی 2 بر روی یک روی پی منهای یک روی پی 2، ولی که ساده بکنید میشه یک منهای پی تقسیم بر پی به قوه 2. پس واریانس یه متغیر تصادفی هندسی هم به این ترتیب تونستیم به دست بیاریمش، میشه یک منهای پی تقسیم بر پی به قوه 2. خب متغیر تصادفی دو جمله منفی، متغیر تصادفی بعدیه، این رو که بگم، البته اینو کامل امروز نمیگم، تو جلسه بعد کاملش میکنم، مقدمه‌ش رو میگم، عرضم به حضورتون، ادامه‌ش رو جلسه بعد میگم. دیگه این رو تموم بکنیم، یه متغیر تصادفی فقط یه نواخت میمونه از این فصل که دیگه این فصل تقریبا کامل میشه. فقط تنها متغیر تصادفی که نگفتم عرضم به حضورتون متغیر تصادفی فوق هندسیه که البته اونم خیلی ساده است، بر اساس همون چیزایی که تو احتمال و ترکیبیات خوندید خیلی راحت میتونید خودتون حسابش کنید و به دست بیارید. خب متغیر تصادفی دو جمله‌ای منفی که اسم دیگهش پاسکاله، یعنی این اسمش هست، اگه اون سایت پنستریتو بخونید اسمش هست نگاتیو باینومیال رندوم وریبل. تعداد تعریفش اینه، تعداد آزمایش های مستقل برنولی با پارامتر پی، تا اینجاش عین دقیقا چیه؟ متغیر تصادفی هندسیه، تعداد آزمایش های مستقل برنولی با پارامتر پی تا رسیدن به آرامین موفقیت. فقط اینجاشه که با متغیر تصادفی هندسی فرق داره، متغیر تصادفی هندسی تا رسیدن به اولین موفقیت بود، اینجا تا رسیدن به آرامین موفقیته. یعنی مثلا شما مثلا فرض کنید که یه بازی این شکلیه، مثلا که شما تاس رو پرتاب میکنید تا اینکه دو تا شیش بیاد، سه تا شیش بیاد، مثلا سه تا شیش بیاد دیگه شما برنده اید. آر اینجا سه، پس اینجا با اولین موفقیت بازی تموم نمیشه، باید سه بار موفقیت حاصل بشه، یعنی سه بار شیش بیاد تا شما پیروز این بازی باشید. تعداد آزمایش هایی که انجام میدید تا به سومین پیروزی برسید رو بهش میگیم یه متغیر تصادفی دو جمله ای منفی. ببینید این اسم شبیه یه جورایی دو جمله ای دیگه، دو جمله ای با این فرقش چیه؟ در یعنی همون باینومیال که بهتون گفتم قبل از اید، باینومیال این بود که چقدر احتمال داره که شما توی n تا آزمایش، یعنی آزمایشاتون تعدادش فیکس بود، مثلا آر تا پیروزی به دست بیارید، تعداد پیروزی ها متغیر بود. اینجا برعکسه، اینجا تعداد پیروزی ها ثابته، آره ثابته، تعداد آزمایش ها متغیره، برای همین اسمش هست دو جمله منفی، یعنی یه جوری عکس اون انگار. اینجا آر ثابته تعداد پیروزی تعداد آزمایش هاست که متغیره. تا به احتمال این متغیر تصادفی این شکلیه، احتمالی که متغیر تصادفی x بشه مقدار x، این هست ترکیب r منهای 1 از x منهای 1 ضرب در p به قوه r
ضرب در یک منهای پی به قوه ایکس منهای آر. ایکس هم اینجا از یک شروع نمیشه، از چی شروع میشه؟ از آر. چرا؟ شما میخوای به آر تا موفقیت برسی، حداقل چند بار باید آزمایش انجام بدی تا به آر تا موفقیت برسی؟ قطعا دیگه کمتر از آر نمیشه دیگه، از آر شروع میشه، از آر شروع میشه میره تا بی نهایت. حالا چرا تابع احتمالش این شکلیه؟ این هم تا فهم تابع احتمالش کار ساده ایه. ببینید، شما میخواد ببینید چقدر احتمال داره که در ایکسومین آزمایش آرامین پیروزی حاصل شده. خب من آزمایش ها رو اینجا می نویسم، آزمایش 1, 2, 3, 4 تا ایکس منهای 1 و آزمایش ایکس. خب چقدر احتمال داره در ایکسومین آزمایش آرامین پیروزی حاصل شد؟ پس الان اینجا میفهمم که نتیجه، میخوام ببینم نتیجه این آزمایش ها چجوری میتونن باشن. ببینید نتیجه ایکسومین آزمایش چیه؟ قطعا پیروزیه دیگه، چون بازی کی تموم میشه؟ موقعی که به آرامین پیروزی برسید، یعنی آرامین پیروزی یعنی آخرین پیروزی در آخرین آزمایش اتفاق افتاده دیگه، در ایکسومین آزمایش اتفاق افتاده دیگه. پس نتیجه ایکسومین آزمایش قطعا اس. این ایکس منهای یک آزمایش دیگه نتیجهشون چیه؟ خب اگه آرامین پیروزی در ایکسومین آزمایش به وقوع پیوسته، پس آر منهای یک تا پیروزی یه جایی این وسط ها بین آزمایش یک تا ایکس منهای یک به وقوع پیوسته. درسته؟ چند حالت داریم که میشه همچین اتفاقی بیفته؟ ترکیب آر منهای یک از ایکس منهای یک حالت وجود داره که میشه آر منهای یک تا پیروزی در ایکس منهای یک آزمایش اول به وقوع پیوسته باشه، آخرین آزمایش هم که پیروزی هیچ. پس کلا این تعداد حالت وجود داره که نتیجه مورد نظر ما حاصل میشه. حالا هر کدوم از این حالت ها احتمالش چقدره؟ هر یه دونه از این حالت ها، یعنی هر یه دونه از این تعداد حالت های کلی که وجود داره که تعدادش از آر من، ترکیب آر منهای یک از ایکس منهای یک، ببینید چقدر احتمال داره که آخرین، ببینید در واقع اینجوری میشه، میشه احتمال این که آخرین آزمایش نتیجهش پیروزی بشه اشتراک، احتمال این که آر منهای یک تا از این آزمایش ها پیروزی بشه و در نتیجه و اشتراک، احتمال این که مابقی این آزمایش ها شکست بشه. چون این آزمایش ها همه از هم مستقلن، این احتمالی که گفتم میشه حاصل ضربشون، یعنی میشه احتمال این که آزمایش آخر نتیجهش پیروزی بشه که چند پیه که اینجا نوشتم پی، ضرب در احتمال این که آر منهای یک تا از این آزمایش ها پیروزی بشه. خب چقدر احتمال داره که آر منهای یک تا از اینا پیروزی بشه؟ میشه پی به قوه آر منهای یک. ضرب در احتمالی که مابقی این آزمایش ها شکست بشه، یعنی احتمال شکست که از یک منهای پی به قوه ایکس منهای یک تا آزمایش آر منهای یک تا ازش کم کنیم، میشه به توانمون، پس میشه پی به قوه آر منهای یک ضرب در یک منهای پی به قوه، اینو ساده کنید میشه ایکس منهای آر، این پی رو این ضرب کنید میشه پی به قوه آر. پس احتمال هر یه دونه از اون حالت ها هست پی به قوه آر ضرب در یک منهای پی به قوه ایکس منهای آر. این احتمال چند حالت داریم که این اتفاق میفته؟ ترکیب آر منهای یک از ایکس منهای یک. پس به این تعداد باید اینا جمع زده بشن، در نتیجه میشه این احتمال ضرب در ترکیب آر منهای یک از ایکس منهای یک. تا به چکالی احتمالش به این شکل به دست اومد، چیزی که اینجا میبینید میشه ترکیب آر منهای یک از ایکس منهای یک ضرب در پی به قوه آر ضرب در یک منهای پی قوه ایکس منهای آر. خیلی خوب دانشجویان عزیز، این جلسه تموم شد. همونطور که گفتم با توجه از این به بعد، من در کلاس مجازی در واقع کلاس پرسش و پاسخ میشه، کلاس درستون رو من همینجوری فیلم میگیرم میفرستم، شما این فیلم ها رو نگاه میکنید، بعدا میاید جایشی که متوجه نشدید تو جلسه کلاس آنلاین رو میپرسید. خدا نگهدار.